Take a moment. من قبل از اینکه شروع کنم و برای اینکه بدونم از کجا باید شروع کنم بپرسم که با کمال عذرخواهی همه خوندن گیلگمه شد؟ نه یه کسی اینجوری یعنی چی خوندیم یا نخوندیم؟ ما در سطحی که در بخشی اولا اینجوری پس بپرسم کیا تازه خوندن؟ بعد از 30 سال دو مرتبه اونش مهم نیست ولی تازه خوندی درود بر شما شما هم تازه خوندی کیا مدتی پیش خوندن؟ بله بله کیا اصلا نخونده؟ بله بله اون دموکراسی واقعا چطور؟ خب حالا من چجوری صحبت کنم که هر سه یه حرف فرار از من راشو بالاخره باید پیدا بکنم تو حالا یه خلاصی داشتم من اصلا میخوام فصل به فصل برم جلو در نتیجه لوح به لوح که برم جلو خلاصه ها رو خواهم گفت با اصلا با تصور همین فکر کردم این کار رو بکنم من یه چه مقدمه میگم که مقدمه دانش عمومیه خیلی هم مختصر میکنم به جای دیگرش ولی نه از شما بعد هم امیدوارم با میز به این باشکویی که اینجاست کسی اصلا حرف من توجه بکنه خیلی ممنونم گیلگمش تا امروز قدیمترین متن ادبیات سومری در واقع که تیکه پاره های شعرها، سرودها و نوشته های در حدود 4000 سال پیش هم به صورت یک مجموعه چاپ شدن اینا وجود دارن خیلی از این شعرها راجع به شخصیتی به اسم گیلگمش گیلگمش تو متن سومری اولیه بیلگمش خونده میشه بعدن کم کم میشه گیلگمش گیلگمش به نظر میاد تو یک پادشاهی در موقعیت های مختلف با کسای مختلف در جاهای مختلف بعضی سرودا در ستایشه بعضی وقتا اون در جهان زیرینه بعضی وقتا کجاست بعضی وقتا کجاست بعضی وقتا سلطان بزرگ اروکه اروک شهر در حدود 4500 سال 5000 سال پیش سومره و یه مجموعی از اینا وجود داره ظاهرا بعد از مدتی همچنان که ممکنه هر انسان بزرگی یا هر انسانی که یک کاری کرده بعد از مدتی اسطوره بشه ظاهرا گیلگمش اسطوره میشه پادشاهی است که اسطوره میشه و از توی مجموعه این شعرها داستانها سرودها چیزهای مختلفی که نوشته شده بعد از مدتها بعد از قرنها یک مجموعه ای در میاد که اون چیزی که ما امروز داریم رو جای صحبت بکنیم یعنی اون چیزی که الان بهش میگن حماسه اپیک یا در واقع کارنامه گیلگمش اون چیزی که من میگم مقدمه خیلی کوتاهی راجع به این و من میخوام قبل از اون یه چیزی رو براتون بخونم در این هیچ معنایی هم نخواهد داشت تا بعدا اگر داشته باشه کشف شد این که بخونم از کتاب جامعه از کتاب جامعه توراته تورات کتاب جامعه فصل نهم آیه ها اگر آیه باشه چون شماره های 7 تا 10 جامعه حتما آیه تورات رو خونده باشه این جامعه خیلی بدبینه بعد یه جاهایی یه چیزهایی میگه بعد این تیکه رو برام مهمه که براتون بخونم میگه پس رفته نان خود را به شادی بخور و شراب خود را به خوشدلی بنوش چون که خدا اعمال تو را قبل از این قبول فرموده این هفته میگه 8 لباس تو همیشه سفید باشد و بر سر تو روغن کم نشود 9 جمعی روزهای عمر باطل خود را که او تو را در زیر آفتاب بدهد با زنی که دوست می‌داری
در جمیع روزهای بتالت خود خوش بگذران، زیرا که حیات خود و حیات خود و زحمتی که زیر آفتاب میکشی نصیب تو همین است. 10. هرچه دستت به جهت نمودن بیابد، همان را با توانایی یه خود به عمل آور، چون که در عالم اموات که به آن میروی نه کار و نه تدبیر و نه علم و نه حکمت است. اینا کتاب جامعه است از تورات. توی گیلگامش 9:10 الهه سیدوری سابیتو با گیلگامش چنین میگوید: گیلگامش، کجا میروی؟ زندگی که تو میجویی نخواهی یافت، چون خدایان آدمیان را آفریدند، مرد را نصیب آدمیان کردند، زندگی را برای خود نگه داشتند. از این رو گیلگامش، بنوش و بخور، تن خود را بیمار، شب و روز شاد باش، هر روزی را شادی، جشن شادی بگیر، شب و روز را با چنگ و نی و رقص شاد باش، جامه های پاک بپوش، سر خود را بشوی و با روغن بیانداز و تن را در آب تازه صفا بده. از دیدار فرزندانی که دست تو را میگیرند لذت ببر، در آغوش زنان شاد باش. از این رو به اوروک برگرد، اوروک شهریه که گیلگامش ازشون آده، به اوروک برگرد، به شهر خود که در آنجا شاه ستوده خلق و پهلوانی. مضمون یکیه و این حداقل 13 قرن قبل از اون نوشته شده، قبل از تورات. بحث کردن و به نظر من بحث درستیه که از تأثیر گیلگامش روی تورات و روی همه ادب حماسی کهن، که من راجع بخش ایرانش امروز صحبت نمی کنم چون برای خودش یک فصل مهمه. گیلگامش شاه بزرگ اوروک در 2700 سال پیش از میلاد در تاریخ سومری شناری، یعنی 4700 سال پیش از این. سوال اینه که آیا شخصیت تاریخیه که اسطوره شده یا اسطوره است که به تاریخ در اومده؟ سوال جواب اینه که هر دوش امکان داره. هم کسانی هستن که اول تاریخی بودن، انسان تاریخی بودن و کم کم به اسطوره در اومدن، هم شخصیت های اسطوره‌ای هستن که بدن از روشون تاریخ نمیشه شده و تاریخ در اومدن. بنابراین هر دوی اینا ممکنه. آنچه که توی کتاب و توی اسطوره هست میگه که چرا این اسطوره شده، یعنی ما میتونیم کشف کنیم از توی این نوشته. رفت و برگشت اسطوره و تاریخ به هم کاملا ممکنه و هزاران مثال داره. یکی از نکات مهم که تو ایران هست اینه که معمولا اولین ها اسطوره میشن و اون بخشایی از تاریخ که مبهمه، یعنی ما نمیدونیم مثلا تهران، مثلا مثال فرق تهران کی و چجوری درست شد یا که فلان شهر چجوری به وجود اومد، معمولا در چیز اونو یا به یک اسطوره رفت میدن یا یک مبنای اسطوره‌ای براش میسازن. در مورد بغداد لااقل گفته میشه که سنگاش از کاخ تیسفون، خشتاش از کاخ تیسفون اومده و اینو در واقع خیلی از کسانی که جاودن تیکه تیکه از اونجا بودن. این بخشی از اسطوره است و ممکن هم هستش که خیلی چیزهای دیگه راجع به ساخت بغداد وجود داشته باشه، ولی بغداد اینقدر تاریخیه و ما نزدیک و موقع ثبت شده که بعداً اسطوره شد توسط آنچه که بعداً به 1001 شب وارد شد، نه اینکه این آغاز کنه این بخش ساخت. بنابراین یک شهر تاریخیه که میگه توی یک داستان تبدیل میشه به شهر اسطوره و قصه. این در مورد شخصیت ها وجود داره. در مورد اسکندر ما میدونیم که اصلا یک داستان از قبل موجوده که بعداً به نام اسکندر میشه، وگرنه اینو بعداً نبه شدنی جلسه‌ای بشه راجعه صحبت کرد که چگونه داستان از قبل موجوده
که تن اسکندر میکنن. برحال ایلیانش شخصیت تاریخی توی تاریخ سومر در 2700 سال قبل از میلاد جای مشخص داره. اولین شعرها، سرودها، افسانه‌ها درباره گیلگمش حدود 7 قرن بعد از اون، یعنی 4000 سال پیش، یعنی 2000 سال پیش از میلاد در سومر پیدا شده که بعضی از اونها بر لوح گلین هنوز وجود داره. توی اونا گیلگمش گفته میشه. سومری از زبانهای سامیه که با عبری هم ریشن، یعنی زبانهای اکدی، کلدانی، آشوری، بابلی و همه این زبانها افسانه گیلگمش و سرودها و شعرهای درباره اون تا امروز مونده و به صورت پاره های روی گل یا خشت خام پخته. همچنین به هوریانی و هیتیت شعرهای افسانه‌ای درباره گیلگمش پیدا شده. هیتیت ولی از خانواده زبان هندو اروپاییه که یونانی و انگلیسی هم توی اونم و در آسیای کوچک حرف میزده که امروز بهش میگن ترکیه. طبق تقویم سومری هیتیتا 2000 سال قبل از میلاد، یعنی 7 قرن بعد از گیلگمش، به آسیای صغیر یا آسیای کوچک در اومدن. نخستین لوح گیلگمش، یعنی این اسطوره، با کشف کتابخونه آشوربانیپال، آشوربانیپال خودش بالا 7 قرن قبل از میلاده، یعنی 668 تا 627 قبل از میلاد، در سال 1839 پیدا شد توسط لایارد و گفته شده که کتابخونه آشوربانیپال توسط پارس ها یعنی ایرونی ها ویران شده در 621 قبل از میلاد. اینو من فقط یک جا دیدم، یک خانمی که چینیه و این اواخر چند سال پیش ترجمه کرده، اسمش که آدم میاد بدن میگه. این تنها کسی که بدن اینو میگه که کتابخونه آشوربانیپال توسط پرژنز ویران شده. هیچ سندی در این مورد وجود نداره. لوح‌ها صدمه دیدن، هم به خاطر زمان ویرانی، بلای آسمان زمینی، حمله‌ها، همه چی، ولی حتما معلوم نیست که توسط ایرانی‌ها. این سند در این مورد وجود نداره. بین زمان گیلگمش تاریخی و پیدا شدن این لوح‌های گلی اسطوره در کتابخانه آشوربانیپال 4000 سال فاصله است. حماسه یا اسطوره گیلگمش یک داستان یک سره نبوده و نیست که یک تن یک جا و یک باره نوشته باشه. خیلی ها داستان های سروده مجزا بوده که چند تایی از اونها رو به هم آوردن، پیوند دادن، یگانگی دادن و حالا با یک مضمون مرکزی، اون دسته ای که این مضمون مرکزی مربوط می شدن اینا رو یگانگی دادن. به هر حال متن مورد قبول فعلی در 12 ستون گلیه، به دست کم در مورد ستون 12 حرفه. الان لااقل توی این 15 سال 20 سال اخیر، لااقل توی آخرین متنی که من دیدم مال مورن گیار ریکو باکس که استنفورد چاپ کرده سال 1990 چاپ کرده، توی اون لوح 12 رو نمیاره و میگه که چرا این لوح نمیچسبه به بقیه. به نظر من راست داره میگه این کاریه که، ولی یه نفر دیگه یعنی بورکهارت، کسی که این ترجمه که جلوی منه از روی کار اونه، بورکهارت توی آلمان سعی کرده این 12 رو ترمیم کنه و یک مونتاژ دیگه ای بکنه از که نوشته هایی و یک لوح 12 در بیاره که توی ترجمه بورکهارته به این بدن میرسه. توی ترجمه بعدی اندرو جورج هم نیست، این لوح 12 به صورت اپندیکس همیشه میاد و اونهایی هم که اووردن همیشه توضیح دادن که این به قبلی ها نمیچسبه. همچنین در لوح 11 کل داستان اوتنا پیشتیم کسی که بعداً توی تورات به صورت نوح ظاهر خواهد شد،
کل داستان اوتلا پیشتیم توی لوح 11 هم گفته میشه که در اصل گیلگمش کهن نبوده، بلکه از یک حماسه دیگه سومری بابلی، یعنی اطرا حساس اساس از اون اومده. راجع اون بعدن صحبت میکنم. اطرا حسیس یعنی زیرکترین دانا، یه چیزی شدیه این که حالا بعدن راجع صحبت میکنم. اطرا حسیس 18 قرن پیش از مسیح در لوح به زبان اکدی در سه لوح گلی پیدا شده که توش یکی از سه روایت طوفان بزرگ هست. سه روایت، یکیش الان در گیلگمشه، یکیش در اطراحسیس و سومی در تورات. گفته میشه تمام داستان اوتلا پیشتیم یا چیز از این میاد، از اطراحسیس میاد. اطراحسیس دو بخش خیلی مهم داره، بخش خلقت یا پیدایش و داستان طوفان، طوفان نو، که هر دوشون بعداً به تورات در اومدن و روایت نوتری. و توی اطراحسیس علت طوفان تصمیم خدایانه به کاستن از شمار انسان‌ها، یعنی از کثرت جمعیت. اون چیزی در طوفان در تورات میگه و جمعیت کثیر شد. توی تورات اینو نمیگه. توی تورات به نظر میاد بیشتر شدن گناهانه. ولی خب ما میتونیم هر چه جمعیت کثیر میشه گناهان هم بیشتر میشه. لا اقل تجربه من اینو خب نکته که خیلی مهمه اینه که چجوری از این شعرها این اسطوره در اومده، از شعرهایی که راجعه یک پادشاه مشخص برای تاریخ مشخص به در یک زمانی حالا بهش داستانهای متعددی بسته شده، چجوری این در اومده و چجوری حماسه موفق میشه از داستان یک آدم پادشاه داستان یک انسان کامل به وجود بیاره و در آینه اون تأمین بده اونو به زندگی کل بشری. سوالهای اون تبدیل بشه بازگو کننده سوالهای بشری بشه، جستجوهای او جستجوهای بشری بشه برای دست یافتن به زیستن بیشتر، به جوانی، به قدرت و برای مقاومت در برابر پیری و مرگ. تمام داستان این پادشاه اولیه بعداً عملاً تبدیل میشه به سرنوشت بشری. براتون بعداً که بخونم روشن خواهد شد. من به نظر خیلی، من کوچکتر از اونم که بگم جزء اونا، به نظر خیلی کشف اسطوره گیلگمش و خانش نسخه های سومری، اکدی، کلدانی، آشوری، بابلی، هیتیان شاید همه معلومات اسطوره شناسی قرن 19 را دگرگون کرد و شکاف در قداست کتاب های آسمانی انداخت. کاملا الان دیگه روشنه که کتاب‌های آسمانی تحول یافته ی اسطوره‌های قبلی هست. یعنی زمانی که یک زمانی چند خداییه، یعنی از اسطوره‌ها شکل خودشونو دارن، با تبدیل شدن جامعه به اسطوره تک خدایی اونو تحول پیدا میکنن به صورت اسطوره‌های جدیدی که مناسب این دور است. تورات، انجیل، قرآن و غیره این تحول رو نشون میدن. نسخه قبلی که اطراحسیس و گیلگمشه همینا رو در نسخه چندین خدایی نشون میده. تا زمانی که کسی نمیدونست و اینا کشف نشده بود، در واقع اروپا در حال آرکئولوژی واسه یه چیز بود، آرکئولوژی کتاب مقدس. در آنچه که الان عراق، به یک زمانی تمام شهرهای باستانی سومر، اکد، آشور، بابل و غیره قرار داشت، حفاری‌های شروع شده بود. با کشف اولین لوحه اینا و موقعی که جو اسمیت یک سخنرانی گفت که توی یکی از این الواح داستان پیدا کرده شبیه داستان نوح، ناگهان
سرمایه گذاری شروع شد برای اینکه این کشفیات دنباله گیری بشه، پیگیری بشه و به این ترتیب بقیه این الواح به دست اومد. به هم میگم که خیلی جالبه که اینجا که بعد به هر حال به کسانی برای اینکه بفهمن که مبنای کلیسا بر چیه سرمایه گذاری میکنن که بفهمن نه از کجا اومده. ما فقط ویران میکنیم همچنان که فردیم و اصلا نمیخواییم بدونیم و فقط این کار میکنیم بزرشتن اینو اونا هم به نفسه هم به تینار مال خود میکنن. طبیعی است که اون که پولیشو میده بعد صاحبش هم میشه. من گیلگمه 13 قرن پیش از هومر و 10 تا 13 قرن پیش از تورات نوشته شده. تأثیر گیلگمش بر هومر امروزه بارها و جاهای مختلفی گفته و نوشته شده. ما میدونیم که ایلیاد راجبه چیه. ایلیاد کارستان ها و پهلوان های اخیلیوس و پریشانش از مرگ دوستشه. به این مضمون با گیلگمش نزدیکی زیاد داره. و نکته دوم اینه که اخیلیوس مثل گیلگمش مبنای خدایی داره و روئین‌تره. اون ما میدونیم گیلگمش دو سوم خدا و یک سوم انسانه و تمام مشکلش در این یک سوم انسانی شه. بهره آدمی که مرگه به اون میرسه به خاطر این یک سوم. اخیلیوس اینو داره. بهره اخیلیوس از مرگ که روی تنه در یک سوم پایین بدنشه که یک سوم انسانیه، چون میگن دو سوم بالا به مغز و قلب و اینا خداییه و بخش پایین بدن میگن انسانیه. یک سوم پایین بدن اخیلیوس پاشنشه و بهره او از مرگ توی پاشنه اشیله یا اخیلیوسه. بنابراین میبینیم که چقدر مبنای هومری شکل شرقی یا نیم چهره شرقی داره. اودیسه بخش دومه گیلگمشه، چون گیلگمش عملا دو بخشه. حالا بریم جلو میبینیم اودیسه بخش دومشه، بخش سرگشتگی های گیلگمش به گذر از هفت جهان، یعنی در واقع از هفت خان، گذر از هفت خان در کشف جهان که موضوع اودیسه است. اینا توی گیلگمشه. اصلا صحنه های یک صحنه کاملا مشابه وجود داره. صحنه ای مثل راه پرسیدن اولیس سیرسه در ته جهان، اینا شبیه راه پرسیدن گیلگمشه از سیدوری سابیتو، زن دانای کوهستان در باغ خدایان کنار دریا. ما میدونیم که این صحنه، یعنی همین صحنه پرسیدن گیلگمش از سیدوری سابیتو، زن دانای کنار دریا، همچنان مشابه با یکی دو اسطوره دیگه که الان نمیخوام که هی وسیعش کنم. بخش دیگرش الان برای تو خوندم، بخشی که سیدوری سابیتو به گیلگمش میگه تو زندگی جاوید رو نخواهی یافت، بنابراین برو زندگی کن، خوش بگذر و چطور جامعه تمیز به پوش با زنان خوش بگذر و غیره، برای اینکه چیزی جز این نصیب تو نخواهد شد. و این همون چیزی که بعدا اپیکوریان ها توی یونان هم بهش میرسن. دم را غنیمت شمار، این چیزیست که توی فلسفه اپیکوری توی یونان پیدا میشه. و همچنان که خوندم براتون در تورات جامعیت ابن داوود میگه به ما همان چند سطحی رو که سیدوری میگه بگیرگمش. تأثیر حماسه گیلگمش در راجب ایران جداست، نمیخوام صحبت کنم، ولی فقط اینطور بگم که مورن گالری کوواکس در ترجمه گیلگمش خودش که اسم بردم یک جا توضیح میده که یه همچین کوههایی توی این جغرافیایی که داره صحبت میشه نیست. این جغرافیایی که گیلگمش ارائه میده به احتمال زیاد بخشی از جغرافیای حماسه گیلگمش جنوب و غرب ایرانه. وقتی که راجع جنگل‌های سدر صحبت میشه و راجع کوه‌های بلند معروفی که صحبت میشه،
اون احتمال میده که اینا کوههای زاگرس و جنگل‌های پیوسته به اونه که در غرب ایران یعنی ایلام اون موقع البته و ایران فعلیه. ولی البته ما میدونیم که لااقل نقشه بسیار زیادی از گیلگمش توی ایران هست. من خودم این شده تهمون دارم که چیز با چونانی؟ چیز چی میگم؟ مفرق بعضی کنات بایدن با مفرقه. ولی لااقل یک دونه خمره توی موزه آبدینه و چیز هست شد خمره سفالی بزرگ هست برای نگهداری بقولات، حالا هرچی بقولات که روش نقش گیلگمشه، یعنی درش نقش گیلگمشه که دستاش اومده و این دوتا دسته دوتا شیری هم که اون داره چی گرفته تو دستش. بسیاری از نقش های وحرمانی که داره شیر رو میکشه و بسیاری از تصویرهای شیرکشی یا کسی که دوتا شیر رو گرفته توی ایران تصویرهای گیلگمشن. تا اینجا خواهش میکنم برای اینکه من زندگی رو با خودم روشن کرده باشم اگر سوالی هست بگیم و ما بریم به اینکه من چیز کنم فقط کافی گیج شدین میدونم اگر نشدین من وقت برم بازم چایی بفرمایید. فرمودید که زبان سوریه و زبان‌های سامیه ظاهرا هنوز ثابت نشده تا اینجایی که تا این الان میگم هیچ از جای مبدع سومریا میگن سومریا در فلان تاریخ وارد چی شدن وارد این منطقه شدن هیچ وقت نمیگن که سومریا از کجا وارد این منطقه شدن. یه بحثی راجع به این هست که جبر مبنا بر چیز این که ممکن از اقوام آریایی بودن ولی این خیلی ضعیفه. هیچ چیزی به این دلیل که نشانه سومری آنچه که به دست اومده رو داریم خیلی نزدیکن به زبان اکدی، کلدانی، عبری و غیره و اونا هنوز ثابت نشده. بر همین هم که اصولا مسئله زبان‌های اون موقع روی به تورات ارجاع میدن به اینکه چگونه خدا یک زبان بود که پراکند خیلی معمولا به اون بخش تورات چیز میدن. اون طرفش هنوز اثبات نشده. الان هنوز اینه که سومری یکی از زبان‌های چیزه مگر چیزی پیدا بشه که قطعا رو ثابت کنه. در حال اگر هم سومری ها در اصل که اومدن یک زبان دیگری داشتن بر اثر موندن اونجا و آنچه که الان به دست اومده که مال سومری متأخره یعنی مال بعد از 400 سال بعد از گیلگمشه اینایی که هست هم ریشه است با زبان اکدی و اینا. بفهم فارسی اولین ترجمه فارسی چاپ اصلا نشون دارد و گذاشتمش روی اینترنت میتونیم بخونیم. اولین ترجمه یه چیز که به نظر من تا اونجا که من بعدا ترجمه ها رو فقط تورق کردم امروز هنوز قابل خانم چه از شما خوبی خواهش من ای واه من میدونستم من میدونستم شما میدونید موجود میتونست بگیرم آره باشه موجود هیچ کاری نکن بسید بر آنشان که اشان من فکر چی شده نه نه شیر سرش کنه با این که زندگی مادرم اولین ترجمه یه چیز گیلگمش مال دکتر داوود منشی‌زاده است. من الان اگر تاریخ دقیقش یادم بشه سال 32-33 در اومده این حدود که هنوز حزب سومکا وجود داشت. میدونید که حزب سومکا برای بسیاری از در واقع سیاسیون ایران چیز بود مرتجع و غیره و غیره و اونها بود ولی خب اولا مردم تعبد پیدا میکنن به اضافه اینکه شخصیت ها تعبد پیدا میکنن به اضافه اینکه ما الان اینجا برای قضاوت در مورد مسائل سیاسی که اینجا نیستیم وگرنه شاید بسیاری از اونهای دیگر همینجور عذاب در بیان بنابراین پس به جایی سوال در میکنیم. در حال این ترجمه رو احمد شاملو تو کتاب جمعه بله چاپ کرد
و اولش آنچنان که رسمش هم روی فوشی مترجم داد و راجع بدی زبان و غیره و اینا بعد اون چاپ کرد. بعد آقای منشی زاده بهش یک نامه نوشت که شما اونم بهش یک فوش داد که شما غلط کردین مدرن چاپ کردین به شما حقی به چه اجازه ای. بعد آقای شاملو دو مرتبه حالا اصلیه که دست برده بود توش حالا اصلیه اونو چاپ کرد، یعنی مال بنابراین پس توی کتاب جمعه هست، توی نسخ سونکو هست، چاپ به جایی این ترجمه نشر اختران چاپ کرده که الان دست منه، من دارم روی همین برای تو مجایی صحبت میکنم. این ترجمه از روی متن بورکهارته، بورکهارت یک شخص است چنان که برمیاد آلمانیه و اصلا چی بورکهارت مثل همه این کسایی که ترجمه کردن چیز رو بطن اصلی رو سعی کرده اینو قابل فهمم برای اروپایی امروز بکنه، بعضی پیچیدگی ها رو از روش رد شدن. میدونیم که الان ترجمه هایی که میکنن اینطوریه، اول ترجمه گرامری میکنن، بعد خیلی از این کلمات و اینا بعدا دوباره معنی میشه. مثلا اواخر من دیدم که یک یاد داشته جدید راجبه این که مثلا آنو و آنتو که خدای و زن خدای آسمانه، این میگه که این ضمناً به کاهن و کاهنه هم گفته میشه، اتفاقا درسته، برای اینکه به پریستاران ایشتار هم توی این متن نگاهی میگه که ایشتار یعنی گفته میشه، بنابراین چیز نیست، بنابراین آره میتونه این سوی تفاهم هایی که اون موقع نبود حالا توی زبان پیدا شده باشه. بورکهارت به هر حال سعی کرده اینا چیز کنه در واقع قابل فهم کنه برای اروپایی ها، همچنان که آرتور ویلی سعی میکرد نمایشنامه های ژاپنی رو قابل فهم کنه برای اروپایی ها و در واقع ساده میکرد. این هم این کار کرده. از جمله این کاری که کرده همونی که توی تابلو ایتی لوح دوازدهم کرده، به سر کرده این لوح رو با یک تدوین جدیدی که خودش کرده از روی چیزهای مختلف اینو مربوط کنه به یازدهتای قبل. بعضی جاها هم که بده خیلی پیچیده است حذف کرده، مثلا یکی از چیزها اسما است، توی اسما مهم هم توی متن این فقط میگه که ریشات اسم مادر گیلگمشه که سر پرستشگاه ایشتر، یعنی خداوند عشق، ایزد بانوی عشق، این میگه ریشات. بله بله مادر ایشتر، اینجا میگه ریشات میگه ریشات خاتون. توی کوواکس میگه که ریمات و ریمات یه قرائت دیگریه توی متن دیگه، یعنی قرائت ها مختلف هم توی زبان های متن، و ریمات یعنی گاو وحشی و اسمش رو میگه نینسون یعنی گاو مفید که به شاهان زندگی میده. یادون باشه این گاو مفید که به شاهان زندگی میده توی ایران بعدا به چیز فریدون شیر خواهد. این سوالش هم شد پدره چیز دیگه خوب شد دیگه شاید من این سوالش هم شد پدره در واقع گیلگمش و این که میگم مثلا جزو یکی از خدایان بوده که خب خیلی از این داستان ها شبیه که در واقع بهش گفته بودن این وقتی بزرگ بشه میکشتش به همین دلیل میفرستتش به زمین موقعی که بیبی بوده میخواست بکشتش بیبی بوده؟ یعنی کچی تصوری از بیبی بودن گیلگمش چه بوده که میفرستتش که اجازه کودکی جوانیه ببینید راجع به تقریبا همه قهرمان ها یا اصل خدایی یا اصل آسمانی پیدا میشه و دومیش اینه که برای اکثر قهرمان ها پدر ندارن. در واقع شاید
من اصلا هیچ قسم نمی خورم اگرم خودم باور نکنید. شاید اینطوره که این بر میگرده به چیز دوره مادر سالاری. شما میدین که مسیح هم پدر نداره و اصل خداییش اینه که باید فرزند خداست. در مورد خیلی ها این هست. در مورد چیز نوگال باندا که پدرشه، بله یه اصل خدایی داره. من الان اصلا چون اینجا نبودم و هیچ شرکتی در این توتوی من داشتم هیچی نمیش از این نمیدونم که این کتاب ببرم میگه چه میکنم. بله هفت خانه روستم این جب داره به این هفت خانه خیلی زیاد. این هفت خانه البته پیشنهاد منه، هیچ جا گفته نشده. اصلا توی چیز توی هزار افسان کجاست توی یکی از چیزها من پیشنهاد کردم که این هفت خان یعنی اصلا شمردم اینجا امروز هم براتون میشمرم هفت تا چیز بله خیلی مربوطه برای اینکه اصولا ساختمون اسطوره و سفره توی چیز حالا رجوع شد اگر دسته میشه اگر سوالی نیست من بارد چیز هم مستری سوالی دوستان برداشتن تواج بحران از بین دو شیر چه ربطی داره به دوستان؟ شما خیلی جلو افتادی یعنی اصلا داریم میرسیم به میدان شهری ها نه ایران صحبت میکنم ایران صحبت میکنم اجازه میدیم که خواهش میکنم اونو بعدا رجای صحبت میکنم یه بعدن میگم اگر امروز شده امروز وگرنه قول نمیدم که بعدا این در دقیقه دیگه دیگه سوالی نیست دیگه انشاءالله. باید من دو چیز رو قبل از این که بخوام اینو شروع کنم بخوندن یعنی فصل فصل براتون میگم دو چیز خیلی مهم در اولین باری که برای من دیگه همشه خوندم برای خیلی مهم بود یکی تصویر قوی، روشن، درخشان و زنده ایه که شهر میده بعد از این همه سال یعنی وقتی میخونیش تو از کوچه خیابون در فلان همه اینا رو عملا میبینی از طبقات حالا نمیره جلو فلان از همه چی ولی تقریبا میشه از روی یک ترسیم کرد شهر اروک رو و در واقع این جغرافیا رو ترسیم کرد من خودم گاهگاهی برای اینکه چیز کنم اینو ترسیم کردم یعنی یک این دو این و سه این وسط این و این قرار داره همیشه این دو وسط این و این قرار داره تو خیلی از اساطیر یعنی اصطلاحاً زمان و مکان معلقه زمان و مکان یک جوری گنگ و مبهمه به خصوص تو اساطیر ایران خیلی اینجوریه چون البته اون دلایل خودشو داره ها راجع نمیگم بده یا خوبه ها دارم اینو نمیگم حتی توی این هم اینطوری هست که یک دفعه میایی که اون یک ماه مثلا و نیم این از اینجا به اینجا طول میکشید که برای این در سه روز رفت یا حتی ساعت به ساعت میشوره صحنه ظلماتو به نظر من درخشانه اینکه اینقدر زمان نقش داره توی این به نظر من یکی از چیزهای فوق‌العاده است و از جمله توی این نقش زنه دو تا نقش خیلی مهمه توی این یکی نقش کاهنانه به نظر میاد که کاهنان در اروک اون موقع نقش تعیین کننده نداشتن اون نقشی که الان ظاهراً در یه جاهایی ندارن در یه جاهایی خیلی دارن یعنی اصلا دارن حکومت میکنن و در طول تاریخ خیلی به دست آوردن از انکلیسیون غیره 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 چون نقش کاهنان توی مصر، توی ایران، توی آشور، توی بابل اینا بالا پایین میشده ولی توی دوران چیز گیلگمش یا اونجا موقعی که این داره این دوران که این داستان داره تعریف میشه به نظر میاد که کاهنان نقش تعیین کننده ای نداشتن ولی گیلگمش البته اونا داشتن این داستان رو مینوشتن ولی اونا کاری اینجا ستایش گیلگمش نمی کنن که دو سوم خداست و یک سوم بشر به نظر میاد با یک پادشاه فرمان روا و پهلوانی که دو سوم خداست و یک سوم انسان دیگه کاهنان نمیتونستن نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اجتماعی داشته باشن غیر از بودن در دور و بر آن سازمانی که این دو سوم خدا به یک سوم انسان به وجود آورده به نظر من از این حیرت انگیزتر نقش زنانه زنان توی گیلگمش من فقط دارم که یادم نره
پیچیده اسماشو رو اینجا نوشتم که گذشت از اینکه تقریبا همشون خیلی از اونو که اسم ندارم که رجوع اونم صحبت میکنم نقش آگاهی دهنده دارم. اولیش ریشات یا مینسون که گفتم مادر گیلگمش که سر پرستشگاه ایشتاره، پیشگوه، خوابگزاره، اجرا کننده آینه، پیشگویی یعنی دانایی، یعنی دانایی آینده، خوابگزاری یعنی دانایی غیب، و اجرا کننده آینه یعنی مستقیم با خدا صحبت میکنه، صحنه ای که با شمش لباس میپوشه و با شمش صحبت میکنه و میگه که زنت کنارت نیاد تا زمانی که گیلگمش به خودش برنگشته. مستقیم داره با خدا صحبت میکنه با قدرتی که مال یک کسیه که یعنی اون زمان گفتگو با خدا وجود داره، همچنان که در اوائل تورات گفتگو با خدا وجود داره و دخالت خدایان و گفتگوی بین قهرمان و خدا وجود داره، خدایان گوش میدن به اونا و خیلی جالبه که نوع چیزا چجوری گفته میشه. یه جا گفته میشه خدایان مثل مگس ها بر قربانی جمع شدن و وقتی که یه بزباله رو قربانی میکنه، یا یک جایی گفته میشه که کاسه ای گذاشت و روغن در اون گذاشت برای خدای شمش تا روغن رو بریسه. خیلی مادیه، خیلی مادیه، یعنی اینکه میدونیم که کاسه روغن رو بذاریم توی آفتاب خوش میشه تا عصر. به نظر میاد که خدا یه چیز اومده و اینو ریسیده، یعنی پذیرفته اینو. یا در بسیاری از آیین‌هایی که اینجا میبینیم توی این آیین به دست آوردن دل خدایان، کندن یک چاله کوچک و افشاندن گندم درش، یعنی کاشتن، همه اینا و اساطیری برمیگرده مال دوره‌ای که کشاورزی، باربری و غیره فهمیده شده داره چیز میکنه، داره جوابش رو توی حماسه، توی دین، توی زندگی اجتماعی روزمره پیدا میکنه. ریشات مادر الهی گیلگمش، همسر لوگال واندا و اسمش به اکدی، ریمات یعنی گاو وحشی، نینسون یعنی گاو نیک که به شاهان زندگی میبخشد. یاد اون باشه که در اساطیر هندو ایران باستان هم گاو و زن یکی شمرده می شدن در باروری، در قدرت، در چیردهی، در پرورش انسان و در فواید. توی چیز، توی فرهنگ هندو ایرانی باستان ابرهای مفید به گاوهای آسمانی تشبیه می شدن و توی چیز هنوز توی اروپا اسمایی مثل نوواک و غیره همه گاو، یعنی هیچ کدوم بد نیست، همه خوبه. توی هند گاوا مقدس هست، بنابراین اگر که فقط چیز رو گاو رو توی اسطوره دنبال کنیم میتونیم همین چه فهمیم توی تصاویر که تصاویر کهن که خیلی جالبه. برحال زن بزرگ قوی چیز به گاو تشبیه میشده. زن دومی که هم اسم میبرم، اگر اون رئیس معبد ایشتار بود، این زن دوم روزپی مقدس معبد ایشتار. توی کتاب چیز اسمش نیومده، شمحات. شمحات خب نشه بشه این بنیاد صحبت کنیم راجب اینکه چگونه هر کدوم از خدایان پرستشگاه خودشون رو داشتن، وفاداران خودشون رو و خادمان خودشون رو داشتن. ایشتار چه ملکه یا الهه عشق و همچنان از زمین توی ایران اسفندارمز، خادمانش زنان هم. اون الهه عشق زنان چیه؟ ما میدونیم که هنوز معبد کنگاور توی ایران و چند معبد دیگه توی ارمنستان غیره غیره شناخته شده، توی تاریخ ها اومده. اصلا لازم نیست ما بگیم که مجسمه آنایتا در طلا حتی
از یکیشون دزدیده شده، بعداً رومیا یا کسی یا کسایی دزدیدن از اونجا بردن، یعنی غنیمت بردن و اینا. اینا روسپیان مقدس بودن، یعنی در خدمت چیز بودن، الهه بودن. و بهشون وقتی میخوان مؤدب باشیم، چون اخلاقیات الان عوض شده، ما الان اون دوره رو کم میفهمیم، ما با اخلاقیات امروز میفهمیم. در اینجا این مانع بین من و شما برای گفتن بعضی چیزها هم هست، بدونید که این مانع وجود داره و من سعی میکنم این چیزهایی رو با دور زدنش براتون بگم. من اصلا نمیام اخلاقیات رو بهتر یا بدتر، من میخوام بگم که چیز اونا با اخلاقیات خودشون زندگی میکردن. بهرام همچنان که نظر وجود داره، این نظر وجود داشت که یک دختر خودش رو نظر معبد ایشتار میکرد و بهشون گفته میشد. الان در ترجمه ها وقتی بخواهم خیلی مؤدب باشن میگن کامبخشان الهی یا قدیسگان کامبخش، که اینا در واقع همسران خدا بود، همسران چیز بودن. چون میدونی که پادشاه نماینده شمش بود یا شمش، آفتاب. تو ایران نماینده مصر بود، یعنی آفتاب. الهه عشق همیشه در یک ازدواج آیینی با پادشاه، این ازدواج آیینی صورت زمینیش در همین معبد اتفاق میفته. در واقع ازدواج آیینی با پادشاه تضمین میکردن باربری مملکت رو، سرسبزی، و اون تضمین میکرد در حفاظت از چیز مرزها، و خدای عشق تضمین میکرد سرسبزی مملکت، باربری، زایش، سرسبزی و غیره و غیره رو. این ازدواج اینا معمولا به معنای آبادی مملکت بود. بعدا این زن دوم اضافه شد از وقتی کشاورزی مهم شد. اون اسپندیارمزه توی ایران اینو دارم میگن، یعنی بانوی خاک. در واقع بعدا توی اول توی ایران آناهیتاس یعنی یکیه، و بعدا دو زنه. از یک جایی تو تاریخ ایران میشن به دو زن. حالا من راجع به این دارم صحبت میکنم، آنه 4700 سال پیش دارم صحبت میکنم. ایشتر الهه عشق و اینا زنان کام بخش اونجا چیز. یکی از صحنه های این ما خواهیم رسید به این که ایشتر و سلطان یعنی گیلگمش دارن این ازدواج مقدس و آیینی رو انجام میده. اونجا اگه لازم شد چیزی خاصی میپرسیم. نفر سوم الهه قالب پردازه، آرورو زنه. الهه قالب پرداز که خشت انکیدو رو قالب میزنه. توی تورات خداست، مرده، یعنی خدا اصلا گفته نشده جنسیتش، ولی ما میگیم که مرده. اینجا در واقع عنصر مادری زایش چیز کرده که باید الهه قالب پرداز زن باشه. میگه که انکیدو رو آنطور که او تصور داشت، یعنی خدای چیز انو بهش دستور داده بود، آنطوری که انو تصور کرده بود این در خیال خودش پرورش داد. بنابراین اولین ازدواج یک امر ذهنیه. بعد قالب خاک رو برداشت و با آب دهن خودش تر کرد و با نیروی مادرانه خودش بهش روح داد. بنابراین اولا یک ازدواج رو و یک زایش رو توضیح میده. الهی آل پرداز بشر زنه. بیشتر که اصلا بعدا راجعه صحبت میکنیم که خیلی مهمه، نمیخوام. و خواهرش، خواهرش بیشتر الهی عشق، ارشکیبال الهی مرگ و در جهان زیرین زندگی میکنه. اینا دوتا زن خیلی مهمه توی فرهنگ میان درود که به جاهای دیگه هم رفتن. سابیتو سیدوری که گفتم زن دامای کوهستان که در باغ خدایان کنار درگاست و درخت زندگی را می پاید، نگهبان درخت زندگی، یک زنه، کسیست که پیشبینی می کنه و گیلگمش راهش و راه که باید بره رو از اون می پرسه. این تکیه که
چیزه بعداً بهش بخواهیم رسید. چیزی که گفته میشه توی گیلگمش گفته میشه که بخش سیدوری سابیتو بلندتر از این بوده و با وارد شدن داستان اوتراکیشتیم از اطرافیس به این عملاً بخشی از نقش این داده شده به اوتراکیشتیم و اوتراکیشتیمه که راجع به فلسفه زندگی بعداً حرفای اینو دنبال میکنه. این کاملا ممکنه ولی که واقعا داستان چیز زندگی یافتن اوتاپیشتیم میتونه باشه میتونه نباشه. پس من گذاشته هست مسئله چیز ساختمون اجتماعی که خیلی به نظر من توی اینو خوب ترسیم شده و این یه نکته سومی رو میگم که باز ممکنه که ما امروز چیز نکنیم. این برای خود منم جدید بود، نه موقعی که دفعه اول خوندم، موقعی که سالها پیش تصادفاً توی آلمان یک کسی اومد، یک آلمانی البته و کشیش که تازه این متن رو کشف کرده بودم و با دختر من که آلمانی داره جیه حرف میزد راجعه این صحبت کرد و دختر من زنگ زد بابا تو هم همچین چیزی میشناسیم؟ من بهش گفتم آره. گفت آره تو میشناسی؟ گفت چیه این؟ من اومدم توضیح دادم برات. چند روز بعدش که زنگ زد من داشتم میرفتم اونجا، گفت من به یارو گفتم که تو میشناسی؟ گفتم باید بابای تو رو ببینم. اومد واقعا من دید. خیلی عجیبه برای اینا اهمیتی که در این متن بود همجنسگراییه و خیلی جالبه که موقعی که من سالها پیش اجرای گیلگمش رو مال اون آقایی که کلفت ها رو بهشته بود که بود اسمش؟ توی پاریس دیدم جانجه. بله؟ جانجه نه 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 میگه آدم میاد اسمش اسپانیایی دیگه برام یه آقای اسپانیایی که چیزا جانجه رو جانجه نوشته اون اجرا کرده دیدم؟ گارسیا. کی؟ گارسیا. گارسیا بعد برام توی اجرای گارسیا دیدم. اونجا احساس کردم که در واقع تمایلهای خود گارسیا عملا یکی به این چیز رو داده. در هم میشه از این متن اینو چیز کرد، استنباط کرد برای اینکه اگر دنبال کنیم تحول اسطوره گیلگمش رو ببینیم. در اسطوره گیلگمش یک شخص دوم وجود داره، یک قهرمان دوم وجود داره. قهرمان دوم اسمش هست انکیدو. انکیدو در واقع کیه؟ بنابر یکی دو تا از این داستانایی که ازش باقی مونده و از جمله همون تابلوی چیز لوح دوازدهم در نسخه های قبلی این نوکر گیلگمش بوده. تا وقتی برسیم به دوازدهم براتون توضیح میدم. ظاهرا این در تحولای بعدی اسطوره عملا شده این، یعنی شده کسی که خدایان خلق میکنن با گیلگمش مرگ رو توی خودش رو تو اون ببینه، یعنی عملا توی اسطوره تبدیل میشه به آینه گیلگمش. اولین بار گیلگمش ترساش رو توی اون میبینه، وحشتاش رو این خواب میبینه اون تفسیر میکنه، اون خواب میبینه این تفسیر میکنه و غیره و غیره و در پایان اون میمیره و گیلگمش از روی اون مرگ رو میشناسه. یکی از مهمترین کاری که در اسطوره شده و این نظرمان توی رمان ادبیات شده. خب بدون چیز، بدون یعنی در فقط مثلا در 15 صفحه تمام این اتفاقات افتاده. خب ولی یه نکته هست، بعضی توصیفایی که گیلگمش بعضی جاها میکنه راجب چیز راجب انکیدو سطر این امکان رو میده که ما این فکر رو بکنیم. مثلا حالا میرسیم بعدن میبینیم یک شب موقعی که انکیدو میمیره میگه که صورتش رو پوشون مثل اینکه صورت عروسی رو بپوشونن، یا میگه که مثل یک شیر ماده گیلگمش بر اون زاری کرد، مثل یک شیر نر قرید. یعنی در واقع بی خودی اینجا یک نسبتی توی ذهن ما به وجود میاره که میشه ازش استنباط رو کرد، میشدم نکرد. من هم چه استنباطی تا اون موقعی که اون با این شور راجع به این صحبت میکرد اصلا من هم چه استنباطی نکرد بودم راستش.
کاتولیک بود کشیشه. من واقعا از مردم نمیپرسم شما از کجا میاد چند سالتونه و برای هیچ پرسشی نمیکنم. حرفایی که میزنه برای من همونی که میگه اون حرفاش کافی بود. وقتی بریم جلو در وقتی بخونیم شما با این پدیده روبرو خواهید شد. جا نخوریم اینا چیزهایی که میشه توی اسطوره پیدا کرد و امروزه بعضی روش تکیه میکنن. برای من این چیز نیست، این فقط تحلیل متنه. برای نکته خیلی مهم که اینو دیگه واقعا میشه در تحلیل متن ناخودآگاه گرفت، اینه که برای اینکه اسطوره دوستی این دو پهلوان رو نشون بده تا بعد مرگ یکیشون رو اون این تأثیر رو بذاره، عملا داره یک کارایی میکنه که این جواب الان ما میتونیم بگیریم. ما میدونیم که توی هومر هم اخیلس از مرگ دوستش اون همه ناراحت میشه که دیگه حاضر میشه بجنگه، غیره غیره غیره، بر سر زاری میکنه، بالا سر جسدش میشینه، اصلا صحنه هست که بالا سر زاری میکنه، بارش میشینه. بعدم فکر میکنه این همه واقعا یه کمی زیاده، مگر یک چیزی، یک تمایلی بیش از اون باشه یا یونان شناخته است تمایل. اینجا تو این هم اینجوریه، این بر سرش مثل یک زن زاری میکنه. هفت روز، شش روز، خودش میگه هفت روز، چون عدد هفت خیلی مهم و دائم تکرار میشه توی این اسطوره، هفت روز بالا سر این زاری میکنه تا بالاخره اون کرم میذاره، قبول میکنه که بذاره که چیز کنن، تدفین کننش. اون چیزی که میخواستم بگم اینه که اسطوره برای که نشون بده که اینا خیلی با هم دوستن، یه کاری میکنه. تا اونجا گیلگمش به زنان دست رازی میکنه، غیره 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 غیره، همچنین که بعدا خواهیم خوند. از اونجا زنان حذف میشن و انکیدو توی داستان جای همه این زنها رو میگیره. از اونجا این دو نفر هم که دیگه با هم حرکت میکنن، نه دیگه زنی. و نکته مهمتر از اون صحنه ایست که گیلگمش به ایشتر فوش میده. ایشتر میگه که گیلگمش تو خدایی، تو زیبایی، تو سلطانی فلان، بیا با من بخواب و نطفه خودت رو من ببخش. و از نظر من مفهومش نیست. از نظر من اون چه گیلگمش میگه کاملا روشنه چی داره میگه. اون داره یک فریاد بشری میکشه راجع به یک چیز دیگری، ولی متاسفانه ذهن محدود امروزه میتونه اون معنی رو ازش بگیره. همچنان که بعدن انکیدو هم زنی که اهلیش کرده رو ناسزا میگه، یعنی شمحت رو ناسزا میگه که به دانایی، به درد دانایی دچارش کرده. بنابراین این دو تا صحنه نفرین زنان و در واقع اون چیز، مثلا یه جا خیلی مهمه، اینکه اسطوره گیلگمش میگه انکیدو دوست من که برای من رابطهش با من مثل پهلوان با اسبش بود. این خیلی چیزه توی داستان‌های حماسی و اسطوره‌ای، رابطه پهلوان و اسب مثل رابطه پهلوان و زنه. فقط این دو نفرن توی حوادث و توی تمام شعر شاعران، ساق و کفل و نمیدونم پشت و یال و فلان و فلان و اینای شاعر، چون اون وقتی که توصیف میشه تو معنی شعری این و اون، انگار داره یک زن رو توصیف میکنه. بنابراین هم میشه این احتمالات، این احتمال رو گرفت و روش صحبت کرد، هم من فکر میکنم که این مال ذهن امروز حساس شده ما نسبت به این موضوع، و برای که بخشایی از اسطوره رو کم درک میکنیم. نظر من این نیست که این معنی رو میده، ولی میتونه این معنی توش یافته بشه و من به اون جایی که برسه هم اشاره میکنم. تا اینجا اگر سوالی هست بگیم. من ذهنیت به خصوص غربی و ذهنیت مدرن که سکشوالیتی رو اینجوری اصلا میبینه، یا اصلا هوموسکشوالیتی، اینا هوموسکشوال هن یا نیستن، تو اسطوره یا تو زمان قدیم اصلا سکشوالیتی اینجوری نبوده که اگه یکی به یه مرد علاقه معلوم شده گی بوده، یا یک چیز آنگوینگ بوده سکشوالیتی، میتونسته بین دوتا زن یا بدون بین دوتا زن. غربی ها همه چی رو میخوان بزنن تو
قالبی که میشناسم که اینا با هم گی بودن یا نبودن، خب عاشق بودن، خب حالا گی بودن یا نبودن چه فرقی میکنه؟ یعنی فکر میکنم این محدود کردن این موضوع رو هست. من اجابت نمیخوام بکنم هیچ کسو، یعنی نمیخوام بگم که کی خوبه کی بده. ولی اینو به این طریق گفتم، آره درسته اون که میگی درسته، یعنی همیشه باید بچه از پایی که برای هر چیزی ساخته شده اینو تو تعریف در بیارم، به تعریف نیفرم که میشناسم، اون کاملا درسته. ولی اینو بیشتر نه به اون دلیل گفتم، بیشتر به این دلیل گفتم که این بخش انکار شده تو شهر، برای که توی شهر هم این رابطه وجود داشته، هم رابطه زنان با همین چیز داشته، هم رابطه خلاف چیز وجود داشته، همیشه انکار شده، همیشه انکار شده. در حالی که خیلی جالبه که توی بعضی از داستان ها، نمیدونم توی بعضی از داستان های جمعی بردو بعضی داستان ها به صراحت و خیلی جالبه در کتاب های آسمانی به صراحت، در کتاب های آسمانی گاهی به صریح تر از این و در مجالس درس اوزگی به صراحت راجع به این چیزا صحبت میشه. که اگر حتی با حیوان و غیره و اینا، که اگر مثلا یک چیزی مثلا بین یک کسی یا فلان اتفاق باید اینقدر به من پول بده، اگر اینقدر فلان اتفاق باید به من پول بده، اگر اونها باید به من پول بده، خلاصه این داستان اینه که کی اینقدر به من پول بده و اینقدر حالا نواز خون خون نخون اونها باز میتونه وقت کنه وقت کنه بعد بفرد امروز که این میگه من نشیدم فرمودی که گیلگمش میگه اینکیدو همانند اسب من توی چیز یه چیز میگه؟ ولی اساسا نیستیم که در اون موقع اسب در این منطقه اهلی نیست، اصلا صحبتی از اسب نیست توی این توی چیز توی این دو سه بار راجع به اسب قوی صحبت میشه و توی این متن که دست منه من الان یاد و حفظ نیستم که آیا توی چیز توی آخه دقت کنیم که همون سفرش رو گیردنش پیاده میره. خب این چیز اینه که خب نقطه همینه که آقا اینا تجدید نظر شده و بین نسخه اولی که از داستان های گیلگمش که زمانی که این چیز شده وقت اسم اومده در نشه اسم وارد داستان شده در زمان گیلگمش نبوده یا هنوز اسم چیز نبوده سفر وجود که در پهلوان وجود نداشته ولی توی زمانی که این بشه کتابت می شده روی گل دیگه بوده، همچنان که توی چیزهای آشوری بابلی اسبای درجه یک می بینیم و عرابه هایی که اسب می کشه. یه سوالی دیگه داشتم، من به نظرم میاد که این داستان گیلگمش به یه نقلی میخواد همجنسگرایی رو چیو؟ آغاز همجنسگرایی رو هم شرح بده، یعنی با طرد زنان و ببینیش خدایان زن میشه جایگزینش رو یک طرد مرد گذاشت که ازدواج ممکنه رابطه جنسی نباشه ولی رابطه تنگاتنگ دو مرد. بله این به همون که توی مولوی و سیزم میگه من فکر کنم که مولوی شمس رابطه دوستانه دو مرد که دیگر مدت ها در یه اتاق میشینند در رابطشون مدن همه رو چیز میکنند یا حتی این که توی متاسفانه شاید توی زندگی سنتی ماست که اندرونی زن ها تو هست ولی یه بیرونیه که آقایان مردا با هم میشینن میگن میخندن فلان، دوستی مردان دوستی زنان که توی این جهان این قفل و این وسط به وجود آورده. من فکر میکنم که نه این آغاز باشه و نه این تصمیم داشته این آغاز رو بگه. من فکر میکنم که موقعی که دو نفر را میفتن با هم برن یه جنگایی رو بکنن دو نفر هم دیگه و موقعی که و دو نفر هم دیگه اینا بیانم داره همینو میگه و به هر حال این دوستی از یک جایی چیزتر میشه، دوستی نزدیکتری خواهد شد، اینا داره همینو میگه. در عمیقا و رسما این نمیخواد رجاع همجنسگرایی صحبت کنه ولی میشه اینو ازش گرفت، به خصوص که اون طرف دو چیزه که نظر معنای فلسفی دارن و هیچ کدوم معنای همجنسگرایی ندارن، یکی فحاشی گیلگمش به اشتار و یکی فوش دادن چیز انگیدو به چمهات، هر دوشون منظور معنی فلسفی داره. ولی در جایی که از رنگم های سر برگیرن یک گیلگمش لباس دامادی دید
و بعد اداره گفت یا شوهر من باش تنچین لباس دامادی سوال برمی آیدیزی بعد چی بود؟ شما گفتم قبل خوندن نه؟ من قبل خوندم، اگر قبل خوندم، اگر قبل خوندم، بله بله این همیشه موقعی که چیزه، همیشه موقعی که توصیفش میکنه جامعه های کهن و دور انداختهش و فلان کرد چیز کرد همیشه مرد آماده در واقع پادشاه کامل و انسان کامل که توی اینه همیشه مرد آماده جنگ، آماده همخوابگی و آماده صحبت با خدایانه در واقع همه اینا رو به عنوان چه کامل داره میگه بنابراین باز ممکنه هنوز معنی مشخصش این نباشه که این لباس آماده دامادی پوشید برای اینکه وارد شده بخوابه هنوز ممکنه معنیش این نباشه معنیش اینه که مرد کامل یه جایی که رجوع سگانه خدایی اینه که در همه چی کامله در زیبایی در پاکی در آمادگی برای همه چی ممکنه هنوز معنیش اون انسان کامل بفرم دیگرش اون زن که باقی شما کامبخش رو میفرسته بیشه انکیدو که باهاش بخوابه و اون زنه هست که بهش میگه من تو حتما گیلگمش رو در خودت میبینی و گیلگمش تو در خودش میبینه اینقدر هم شباهت داره شما چه خونده؟ من اخیرم چرا این زن انتخاب میشه؟ چرا چی؟ چرا این زن اصطلاح تو کتاب میگه پاس کنید؟ این زن چرا انتخاب میشه؟ آه به انگلیسی خونده من به این میرسم ولی میخواییم که جداگانه براتون بگم میخواییم جداگانه بگم اینجا رو؟ بله چرا بهش میگه؟ کی به کی میگه پرستیتون؟ نه اصلا اون زن به قول شما کامبخشه دیگه میره با انتقا میخواه خب و موهاشو میتراشه و پشماشو میزنه و به صورت انسان درش میاره ببینه هم توی تورات و هم همین امروز تصور ما اینه که این زنه که مردو اهلی میکنه مرد توی تمام چیز راجبه این سوازه احلی کردن صحبت میشه حضرت آدم بدانه گیج و بول فلانه شما میدونیم که توی متن فریشن سومری گفته میشه خیلی ممنون صحیح است من تا اون لحظه فکر نکرده به زندگی و اینا و اینو میخوام بگم که چجوری این از متن سومری باستان نتوات سومری باستان یعنی توی اطلاعاتیس اینه که باق خدایان توی چیز هم البته هست توی تورات هم هست باق خدایان تو باید یه عده توش کار کنن میگه توی ظاهرن گفته میشه که خداوند به فرشتگان میگه باق عدن رو درست کنن و این مدتی کار میکنن خسته میشن اعتصاب میکنن میگن ما نمی کنیم این کارو و خداوند فکر میکنه که یک عملیات رو درست کنه که اینو درست این باق رو درستش کار کنه آدم یه مال عملی قراره که بیاد چیزی هم ندونه اونجا کار کنه این کاملا تصور بردهداری باستانه که خیلی هم به نظر من دقیق توی افسانه های کهن میاد ما یه عده میخواییم کار کنم فکر نکنم بعد از مدتی حالا توی چیز توی تورات خداوند به هر دلیلی خیلی از خلقت خودش راضیه یا شخص خودش راضیه هرچی تصمیم میگیره که به این یه زن بده مثل خیلی از اربابایی که بعدا فکر میکنم برای این بدبخت زنون بگیریم اونا فکر میکنم برای این زن بده و داستان اینه که به هر حال حوا رو خلق میکنه حوا اون رو آدم میکنه توجه میکنه این بعد از این که حوا موفق میشه فریب شیطان رو بخوره و موفق میشه که از میوه دانایی بخوره و غیره و غیره و اونو وادار کنه که از اون بخوره آدم از میوه دانایی میخوره و تازه متوجه میشه که کیه توجه میکنی؟ بنابراین شمحات داره 2000 سال پیش این کارو میکنه یک آدم وحشی تصویر همینه موهای سرش مثل گندم زده بیرون ریشاش بلانه چی چیه با حیوانات را میره چهار دست و پا آب میخوره
توی چیز دست و پا میزنه با غزالان با شیرها با فلان حرفا را چیز میشه و تمام آن توصیفی که میگن و اتفاقا توصیفی که توی میگن و اتفاقا چقدر بنظرم دقیق و چیزه که این زن میاد و اون یکم گیج میشه فلان میشه هی دورارش میبره که تا بالاخره 6 روز و 7 روز با هم میخوابن و اون بالا وقتی بلند میشه با چیزها بیگانه شده با حیوانات یعنی با وحشیگری خودش با بدویت خودش با خوی حیوانی خودش بیگانه شده غزالان رو نمونن در میرن حیوانات رو نمونن در میرن به این متوجه میشه که دیگه اون آدم قبلی نیست بعد اون بهش میگه بیا بریم به شهر با من بیا چرا بخواه با این حیوان ها بگردی شهر اون گیج و نگاش میکنه اون توضیح میده که چه جور جاییه بیا اونجا گیلگمش چیز داره تو با اون مثل برادر خواهی بود فلان میگه باشه منو ببر این پسیر عقل میشه یعنی دنبال زنه میره وابسته میشه این وابستگی عملا اون رو اهلی میکنه اون و بعد هم پشیم همه همه که سن زنه میشه همه زنه خودش مادر میشه آره گله خوبان بود یه شدن بوده دو میشه برگشت در هم پشیم میشه شما شدید از فرق از خواهر شدید بیرم زنها پشیمون بزنید ولی خوبیش اینه که این دور زمانه زنها پشیمون میشن ببینید اونا هم نمیگن اونا نفرین میکنن اینا اونا سیر اینا نفرین میکنن کار خب الان چند از این وقت گذشت؟ یک ساعت بود. یک ساعت بود. من خسته شدم. نه من خسته نشدم. شما خسته نه؟ من موفق نشدم خسته تون کنم. نه. شما هنوز داستان تعریف نکردید. شما الان لوح به لوح برم جلو همجوری که برم جلو لوح به لوح چیز رو من در واقع میخواستم این سرات رو چی بود؟ چی؟ نه، میخوام که دلیل جاهایی که وقت توضیح بدم ببینیم لوح اول شروع میشه با اولا بهتون بگم تمام اینا احتمال داره که در آیین های خونده میشدن احتمال داره که به شکل چیزهایی در سرودهایی توی که آینهایی و توی مراسم میخونده میشه در هر حال شروعش با سرودی است در ستایش گیلگمش وقتی که صحبت میکنه میگه خداوندگار بهش خداوندگار زمین همه چیز را میدید با هر کسی آشنایی میجست و توانایی و کار همه را میشناخت همه چیز را در میافت از درون زندگی و رفتار مردم با خبر بود در واقع از اینجایی که میگم مهم میشه رازها و نهفته ها را آشکار میکرد دانایی ها به عمق بی‌پایان بر او کشف شد از زمان پیش از طوفان بزرگ آگاهی میگرفت راه درازی به دور دست ها رفت سرگردانی طولانی او پر از رنج ها بود و سفر او پر از سختی ها مضمون اسطوره همیشه همینه اسطوره اغلب شکل یک سفر داره پر از جنگ، درگیری، مقابله، چالشه که در پایانش به آگاهی، به نتیجه میرسه گرچه ممکنه از اون آگاهی ما هیچ طرفی نبندیم گیلگمش میگه که این آگاهی رو بر سنگ نقل کنن بر رخش دخان بنویسن و میگه که در واقع این نوشته اینجوری پیدا شده اینو البته قرنها بعد از گیلگمش دارن می‌نویسن ولی دارن میگن که اون خواست او بوده که این دانایی به دیگران منتقل شه همه آثار مهم یک ریشه برای خودشون توضیح میدن ریشه اسطوره‌ای خودشون رو توضیح میدن مثل شاهنامه که یک مقدمه داره راجع به اینکه یک کسانی بودن یک کتابی بود 2000 سال پیش فلان 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 من دارم اونو میگم اینا هم دارن توضیح میدن اینا که او خواست که اینا سخت شد اهمیت گیلگمش در چیه؟ بقیه سرود داره اینو میگه
گیلگمش پهلوان پیروزمند گرداگرد اروک حصار میکشد. در شهر دیواردار پرستشگاه مقدس مانند کوهی بلند بود. تمام اینه که من تصویرهای اجتماعی بسیار مهمه. دیوار دور شهر 4700 سال پیش. بالاخره این از صورت دهات روستاها غیره غیره در اومده و اینقدر توانایی در این اجتماع برقرار پیدا شده که تونسته دور خودش در برابر چیزهای بیرون حصار بکشه. این خشتا وجود دارن هنوز و بسیاریشون خشتای پختن و در چیزشون پروژه مهندسیشون حرف میزنه. میگه پرستشگاه مقدس روی کوهی بلند بود، یعنی وسط شهر، که ما میدونیم خاکریز و دستساز بوده، دستسازی از چیز که درست کردن برای پرستشگاهی که ماله انو خدای آسمان و ایشتار دخترشه. تو ایران اهورمزدا خدای آسمانه و انویتا دخترشه. پرستشگاه مقدس مانند کوهی بلند بود. پایه بنا محکم و استوار است، چنان که گویی از سرب ریخته. در پناه خانه جلیلی که خدای آسمان در آن منزل دارد، یعنی آنو، انبار گندم شهر زمین پهناور رو نشون تو نقشه رو بکشیم. یک دیواره وسط شهر، خاکریزه، روش اینه. در پناه این انبار گندمه، اون ور قصر. همه رو شما توی نقشه رو با چند خط براتون میگه، یعنی در این چند خط انقدر معلومات رو ما داده از اینکه گیلگمش کیه، چجوری این نوشته شده و شهری که در رجوع صحبت میکنه چیه. قصر شاه با سنگهای نمای خود در روشنی میدرخشد. پاسبانان همه روز رو بر دیوارها ایستاده هست. بنابراین با دیگه تصویرمون کامل میشه. دیوار، پرستشگاه، انبار گندم، قصر پادشاه، پاسبانان شاه، پاسبانان به چیزهای نیم برجسته های آشور و بابل قدیم بشقاب وجود داره که شهر، ترکیب شهر همینه. یعنی میتونید رو پیدا کنید. همچنین شب را نگهبانان پاس میدارن. از اینجا حالا یه قدم نزدیکتر میره، تصویر کلی تموم شد. یک سوم گیلگمش آدمی است و دو سوم او خداست. کلمه آدمی اینجا غلطه، برای اینکه در واقع غلطه مصطلحه، غلطه مصطلحه، برای اینکه در اون زمان حتی آدم وجود نداشته بود. آدم بعداً از 400 سال در تورات وجود میاد. بنابراین بعد میگفتش که مثلا مردمی زاد است، مثلا حالا گذاشته غلط مصطلح میشه ازش گذاشت. یک سوم گیلگمش انسان یا آدمی است و دو سوم او خداست. شهریان با ترس و آفرین در نقش پیکر او مینگرند. بنابراین تصویر او و شهریان هم داده میشه. او شیر را از پناه بیرون میرواند، یار او را میگیرد و با زخم کارد میکشد. گاو نر وحشی را با کمان تند و زوربند خود شکار میکند. همه این تصویرها از گیلگمش وجود داره. همه اینا توی باز ساخت آثار چاپ شده، از آثاری که توی موزه هاست، اگر فرموز همیز باشه توی موزه ها وجود داره، از گیلگمش و این متن. در شهر سخن و کلام او قانون است. اینجاست که میگن کاهنان نقش تعیین کننده ندارن. در واقع در شهر نقش و سخن و کلام او قانون است. اراده شاه هر پسری را بیش از فرمان پدر است. پسر هنوز پا به مردی نگذاشته، در خدمت شبان بزرگ شهر است. پادشاه شبان گله، مردم گله هند و اون شبان. تصویر بسیار قدیمی از نسبت پادشاه و مردم. پسر هنوز پا مردی نگذاشته، در خدمت شبان بزرگ شهر است. یا صیاد است، یعنی های برای اون کار میکنن، یا جنگی، یا نگهبان رمه ها، یا سرپرست ساختمان ها، یا دبیر، یا آنکه خادم معبد مقدس است. بنابراین تصویر شهر کامل میشه با طبقات مردم، نسبتشون با شاه، نسبت همه با هم دیگه.
من میپرم من روش فقط راجع به این که اون میگه که همه براش چیز هم که شهر بیشتر از همه شهرهای دیگه بدرخشه، جلال اروک بایستی بیش از همه سرزمین ها به شهر درخشش کنند. حالا از اینجا اصل موضوع شروع میشه. گیلگمش معشوقه را نزد محبوب راه نمیدهد، دختر مرد توانا را به پهلوان وی راه نمیدهد. ناله های آنها به درگاه خدایان بزرگ، خدایان آسمان و خداوند اروک مقدس بلند شد. شما گاو نر وحشی آفریدی و شیر یالدار. گیلگمش سلطان ما از آنها نیرومندتر است. وی همتای خود را نمییابد. قدرت او بر سر ما بسیار زیاد است. او معشوقه را نزد محبوب راه نمیدهد و دختر پهلوان را به مرد خود راه نمیدهد. بنابراین او یک چیزی بیش از حالا یک پادشاه مستبده. او به دلیل خداییش، به دلیل که قانونه، یعنی یک مستبد کامل، یک مستبد با شکوه، پرستیدنی، دوست داشتنی داره چیز میکنه. و اون چیزی که داره گفته میشه معنیش چیه؟ معشوقه را نزد چیز راه نمیدهد و دختر مرد توانا را به اون راه نمیدهد. منظور چیه؟ این چیزه، سؤاله. اگر که چیزه اون چیزه من میدونم و براتون میگم بدون که فکر کنم که اون چیز که هم میگم کامله. اگر چون چیزی رو ازتون بسید میتونید بسید این تعریف میشه، اون تسلط بر زندگی خصوصی و درونی مردم تعریف میشه با یکی از آیین‌های کهن. با این آیین کهن خیلی که چیز کنیم، هنوز هم به نظر من توی آسیای غربی و توی میاندرود هست. حتی الان بعضی وقتا وقتی سرپیچی میشه ازش دختر رو میکشن و پدر دختر یک کسی میکشن. این که دختر در شب اولش مال پادشاهه یا مال حاکمه یا مال اربابه، تو به جاهای مختلفی چیز میشه. توی ناقلی که داستان من هم این هست، توی آهو سلندر تلحک دیگران، توی داستان آهو این هست. ما میتونیم که هنوز هست. این دو سه معنی داره در واقع این داستان شب اول. یک اینکه چون تصور میشد شاه مبنای خدایی داره، عروس بعد ازش و اون با ایشتار ازدواج آیینی دارن و عروس نماینده ایشتاره به دلیل باروری، به نظر می‌رسید این ازدواج آیینی برکت گرفتن از شاهه. یعنی شاه داره به عروس برکت میده. این چیزیه که تقریبا توی باستان شناخته شده، برکت دادن به عروس. نکته دو اینه که زن یا دختر خودشون نذر میکرد. خیلی از دخترها خودشون رو نذر پرستشگاه ایشتار میکردن. همچنان گفتیم و مشهور و همه دیگه این جزء معلومات عمومی الان اینه که برای مدتی برای ایشتار کار میکردن. کاری که ما امروز بهش میگیم روسبیگری، ولی این عمل مقدس بود. در برابرش مزد میگرفتن و این مزد رو میدادن به معبد ایشتار. یعنی بخش از خودشون رو قربانی میکردن، همچنان که پسر ختنه میشد و همچنان که بعضی جاها دختر ختنه میشد. بعضی چیز اینه که دختر بکارتش رو تقدیم میکرد به ایشتار و پولی رو که میگرفت شب روشن میکرد یا چیکار میکرد یا چیکار میکرد یا برای رو تقدیم میکرد به معبد ایشتار. این خاصیت خیلی بزرگ داشت و اصلا من بدونم در جای خاصیت اجتماعی شده که این خاصیت است که وقتی توی ایران از بین رفت یه اتفاقات عجیبی افتاد. و اون این که مردم نادار هم امکان دسترسی به زن پیدا میکردن. یعنی مردم که ازشون امکان گرفتن زن نبود. ما میدونیم که لااقل در دوره ساسانیان اینا ثبت شده، امکان دسترسی به زن پیدا میکردن.
اون خودش رو نظر اشتهار میکرد با مرد میخوابید. بنابراین این یک جور در واقع متعادل کردن جامعه بود در را بدون اینکه اونا تصمیم گرفته باشن، مثل اینکه تصمیم نگرفته بودن این اتفاق میفتاد. یک جور متعادل کردن جنسی جامعه بود، کاری که بعدا فاحشه خانه ها به شکل دیگه انجام میدن و هر دفعه وقتی بستنش یه چیز بدتری اتفاق افتاد، چون کسی فکر اساسی اصلا نکرده بود که فقط بستنش. حالا اینجا هم اتفاق افتاد، یه جور تعادل جنسی میداد به اجتماع. دختر خودش رو نظر اونجا میکرد و اینجور نه. این یکی دیگه از این نظر کردن ها، نظر کردن به یک مرغی نوبدی یا آدم خدایی بود یا خودشاخ یا چیز نمونه اون بود. دختر خودش رو نظر اون میکرد. همه اینا شکل‌های مختلفیه که در چیز وجود داره، یعنی در واقع دوشیزگیش رو تقدیم میکرد برای در قبال دعای خیر او برای باروری، زایش راحت و غیره و غیره، و اینکه شوهرش و خانوادهش خوشبخت باشد. سنت قدیمیه ما نه خوب میگیم نه بدش رو میکیم. توی دوران ساسانی بدترین اتفاقی که افتاد دوره ایه که زردشتیگری، یعنی موبدان زردشتی به سکریتی رو بقیه اینا سعی کردن تمام مذهبای کوچیک مثل آیین مهر، آیین آنهیتا، غیره 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 رو ویران کنن و متمرکز کنن دین رو تو زردشتیگری رسمی، و تمام این چیزها رو بستن، تمام این معابد ویران کردن. مثل چیزها دعوایی که بعداً پیدا شد، مزدک، اون چیزی که به اسم مزدک می‌شناسیم، دعوای تقسیم زر و زن، مال و زن، در واقع از اینجاست، برای اینکه این تعادل اجتماعی به هم ریخت با بعضی تعادل‌های دیگر اجتماعی که به هم می‌ریخت، این به هم ریخت. برای اینکه یک زن خودش رو می‌تونست نصب کنه که برای مدتی مثلا به جایی که در چیز بره با یک مردی که زمین رو کار رو زمین کار میکنه و فرزندانی داره و زن نداره یا زنش مرده یا هرچی و قادر به چیز زن نیست، بره برای مدتی 10 روز 15 روز باهاش زندگی کنه، براش کار کنه، بعد از 10 روز نظرش رو انجام داده بیاد. این یک تعادلی تو سطح پایین جامعه برقرار میکرد. با از بین رفتن با جلوگیری از اینا، این تعادل اجتماعی در سطح پایین به هم ریخت. این تیکه که چیز گیلگمش معشوقه را نزد محبوب راه نمیدهد، دختر مرد توانا را پران راه به چیز راه نمیدهد، اینه که اون حالا لحظه ایه که این شده حق پادشاهی. اون اصلا بدون این نمیتونه اتفاق بیفته، بدون رخصت گرفتن از اون نمیتونه اتفاق بیفته. ولی نکته که خیلی توی این عجیبه توی این اینه که اون زمان به دربار خدایان دعا میکردن که اونا میشنیدن. اون خدایان دیگه هزاران سره بکید نمیشنیدن، اونا هرچی اربده به کسی بسریت نمیشنیدن. نیه که ناله های اونها به دربار خدایان بزرگ، خدایان آسمان و خداوندان عروق که مقدس بلند شد فلان و راه نمیداد. خدای آسمان اونو ناله های شب شنید. این خیلی مهمه. این همونیه که بعدا توی فیلم برگمن داره میگه که این گفتگو قطع شده و خیلی های دیگه در این قرن رجای قطع گفتگو با ماورای طبیعه و خدا حرف زدن. توی اغلب فیلم های برگمن از جمله اون که با پدرش حرف میزنه در پایان و میگه پدر با من حرف زد، فیلم های تمام میشه. چیچه زمستانی؟ یکی از فیلم های زمستانی، چون فیلم های تابستانی شد زمستانی. خب، خدای آسمان ناله های شمع شنید، فرار رو الهه بزرگ قالب پرداز را فرا خواند. تو آرو به همراهی مردوک پهلوان آدم و جانوران را آفریدی. میگم این آدم غلطه، یعنی انسان منظور مردم زادگان مردم و جانوران را آفریدی. حال نقشی بساز که با گیلگمش برابر باشد، موجودی قوی مانند او، و ما از ذلک فقط جانور صحرایی نباشد. وقتی که زمان او فرا می‌رسد
این نیرومند اروک بیاید. باید با گیلگمش رقابت کند. پس اروک آرام خواهد شد. به این ترتیب از اول پیش بینی شده که اگر یک همتای گیلگمش همتای خودش رو ببینه هم چیز کنه اروک آرام میشه، فکر میکنه مطلق نیست و یک مقابلی داره. این مهمه رجوع الهی قابل پرداز که زنه، چون ارو رو این را شنید در خیال خود موجودی آفرید چنان که انو خدای آسمان میخواست. دست های خود را شست، گل به دست گرفت و با آب دهان مادر خدایی خود آن را تر کرد. انکیدو را سرشت، پهلوانی آفرید با خون و دم نینیب خداوند پرخاشگری کرد. حالا توصیف انکیدو. اینک وی در آنجاست، موی بر تمام بدن او رسته، تنها در دشت ایستاده، موی سر او مانند گیسوان زنان چین خورده و فرو ریخته، از سر او مانند گندم رسته، یعنی موهاش، از سرزمین و مردم آن هیچ نمی‌داند، تن را با پوست جانوران پوشیده، مانند سموکان خدای کهسار و گله‌ها، وی با غزارها علف مرغزار می‌خورد، با جانوران بزرگ از یک آبشخور آب پیاش آمد، با چین و شکنهای آب در رخت دست و پا می زند. کاملا یک جانوره که با جانوران دیگه زندگی میکنه. من فقط دعا اول رو بخورم بعد آنتراک بدیم، چون اگر که چیزی مچشم رو میز داریم میتونید چند دقیقه بسر. خب مشکل در اینه سیادی میاد تور میگستره برای چیز، میخواد به جانوراش چیز بده، اینا متوجه میشه یک قولی باید شده اونجا، وحشت میکنه، میره فردا میاد، پس فردا میاد، حالا آب بده مینه اونجاست، نمیتونه، هر دفعه در میره، به پدرش میگه که اینجا یک قولیه که نمیذاره من آب بدم به چیز فلان کنم اینا. پدره، حتی شخص خلاقان دیگه، بهش میگه که برو به اروک پیش گیلگمش، ازش زنی از بعد ایشتار بخواه، کنیز مقدس بعد ایشتار بخواه، اونو ببر به اونجا، بگذار که این ببیندش و موقعی که بهش جذب شد برهنش کن. صراحتا اینجاست من کاملا از این که چیز میکنم به اصفایی میکنم، ضمن این که الان یه تلویزیون نگاه کنین اصلا من خیلی دارم را شخص محترم ترید، به خصوص این درس های حوزوی را میشنوید که دیگه اصلا همه این را کتان سینه اون رو پس بزن و کوه شادی رو برای آشکار کن، بگذار اون رو ببینه، وقتی اون رو دید به اون نزدیک میشه، منظورش این باش همخوابه میشه و چیز میشه، تو میتونی بری آب بدی، این همین کار رو میکنه، میاد اروک، خیلی راحت بده اون موقع پریه چیز رفتن، پریه گیلگمش رفتن، گیلگمش میاد ای سیاد من، برو از مقاده ایش تو دم که مسیر بردار بدم کنم من، توی ترجمه های دیگه اسم این اومده شمحاته، این اونو بر میداره، اینا در راه میرن، میرن اونجا و جایی میشینن که معمولا اونجاست تا بعد اون پیداش میشه و این بزنه میگه این همینه، اون میاد به کمی اونجا چیز میکنه، دوروبر اونجا میگرده، بعد معلومه که زنه رو دیده، بعد صیاد بهش میگه که کتان سینه خودتو پس بزن و کوه شادی رو آشکار کن، اون این کار رو میکنه، اون بالاخره میاد برای اون قرار میگیره، به تفصیل همخوابگی اینا 6-7 شب توضیح داده میشه، وقتی که به خودش میاد دیگه حیوان نیست، دیگه وابسته است، دیگه حیوان ها ازش فرار میکنند و اونو این فهمه چی شده، به زنه میگه چی شده و اون میگه چرا میخوای با اینو زنده کنه، آقا زندگی کنه با هم یه شهر. داستان لوح اول با رفتن اینا به شهر تموم میشه. این نیست، این شما. اینکیدو و یا ارورو برای کنیشون دست میزنیم.